سلام بچه ها، من فرشادم و تو این ویدیو از فیلم یوتیوب طبق قولی که بهتون دادم و نظرسنجی آخری که داشتیم میخوام در مورد بهترین بازیکنی که نقش نوستراداموس رو توی پدرخوانده بازی کرده باهاتون صحبت کنم. خب قبل از این ویدیو رو شروع کنیم اینو بهتون بگم که فکر میکنم خیلیاتون در جریان باشین، من یه نظرسنجی گذاشتم که اینجا میذارم واسه تون تصویرشو و ازتون پرسیدم که دوست دارین در مورد کدوم نقش پدرخوانده باهاتون صحبت کنم و با هم دیگه تحلیلش کنیم ببینیم که چه بازیکنی بهتر از همه اون نقش رو ایفا کرده توی پدرخوانده، که خب شما با یه اختلاف خیلی مشخصی نوستراداموس رو انتخاب کردین. پس بریم و با هم ببینیم که بهترین بازیکنی که نوستراداموس رو بازی کرده توی پدرخوانده کدوم بازیکنه. خب پدرخوانده 16 تا قسمت داشته، بنابراین قطعا ما 16 تا نوستراداموس داریم، ولی من 3 تاشو بهتون فقط معرفی میکنم که به نظرم بهترینا بودن، ولی قطعا منتظرم که شما هم نظرتون رو به هم بگین، اینکه موافقین با این 3 تا که بهترین بازیکنایی بودن که نقش نوستراداموس رو داشتن و یا نه. اگه موافق نبودین حتما توی کامنت ها زیر ویدیو به من بگید که کدوم بازیکن از قلم انداختم و به نظر شما اون بوده که میتونسته بهترین باشه، و البته تو این 3 تا هم اگه با هم موافقین حتما به هم بگید که به نظرتون بهترینشون کدوم بوده. خب من واسه 3 تا از بهترین نوستراداموسای بازی مجید واشقانی رو انتخاب کردم، امیرعلی نبویان و باربود بابایی. حالا اینا رو اینجوری گفتم چون به ترتیب قسمت‌هایی که بودن میخوام بهتون بگم. مجید واشقانی تو قسمت 1 نوستراداموس بوده، امیرعلی نبویان تو قسمت 8 و باربود بابایی توی قسمت 15 پدرخوانده، اون قسمت معروفی که اون صدا بازیکن معروف خب توی مافیا، توی ساید مافیا بازی میکردن. اول دوتا بازیکنی که به نظرم بهترین نبودن و واسه تون میگم و بعد مفصلتر در مورد اون کسی که به نظر خودم یک نوستراداموس بوده توی این 16 قسمت مفصل توضیح میدم، ولی بازم میگم حتما شما به این بگید که با این انتخاب من موافقین یا نه. اول از مجید واشقانی شروع میکنم که تو قسمت 1 بوده. مجید واشقانی خب نوستراداموس بازی بوده و اولین تجربه نوستراداموس بوده چون قسمت 1 پدرخوانده بوده، و امیرعلی و بهار افشاری و امیر کربلی زاده رو انتخاب میکنه توی شب اول به عنوان اینکه ببینه اینا چه نقشه‌ای داشتن. و نکته ای که هست خب امیرعلی شهروند ساده بوده، بهار افشاری دکتر بوده و امیر کربلی زاده پدرخوانده بازی، و طبق قوانین بازی خب پدرخوانده رو توی آمار نمیاره برای نوستراداموس گرداننده بازی یعنی کامیز دیرباز، و بهش عدد 0 رو نشون میده و اونم انتخاب میکنه که توی شهر بازی کنه. نکته ای که هست اینه که خب کربلی زاده رو توی بازی یه جورایی گردن میگیره و امیر کربلی زاده هم خیلی خوب بازی نمیکنه. بعد از اون نکته جالب اینه که یهو بدون اینکه هیچ فشاری روی باربود بابایی باشه، باربود بابایی رو گردن میگیره مجید واشقانی و خب مافیا بوده و اونو میندازه از بازی بیرون. اما نکته جذابش اینه که مجید واشقانی نوستراداموسی بوده که با شهر بازی میکرده توی قسمت 1، اما کارت فیس آف میاد جلوش، در نهایت میاد توی دسته مافیا و خودش همون بازی مافیا رو میبره، یعنی میرسه به اون آخر 3 نفر و بازی رو میبره مجید واشقانی. و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم خب قبلا توی ویدئوی تحلیل بازی خودش اینو گفتم که اگه اشتباه نکنم تنها بازیه که امیرعلی نبویان رو مستقیم میبره و با امیرعلی نبویان توی دو تا از بازی، یعنی همین قسمت 1 و قسمت آخر، میرسن به کیاس، یعنی رو در رو با هم بازی میکنن که حالا قسمت 16 رو که باخته و این قسمت رو میبره، که امیرعلی نبویان اون جمله معروف رو میگه که میگه اگه من بخوام ببازم به فکت میبازم و با فکت هم میبرم. خب بذارید بریم سراغ نفر دوم، یعنی باربود بابایی توی قسمت 15 که نوستراداموس بوده و خب بازی سومیه که داره فینال پدرخوانده انجام میشه قسمت 15، و دیگه حسابی همه پشت دست سه تا بازیکن، یعنی امیرعلی نبویان و مجید واشقانی و بهار افشاری بازی میکنن
و نکته‌ای که هست به نظر من، منم بودم همین انتخابو می‌کردم. شاید حالا به جای برافشاری به نام تشکر می‌آوردم توی استعلام خودم، ولی باربود بابا این ستا رو انتخاب می‌کنه و عدد 2 رو می‌بینه، در صورتی که هر ستا مافیا بودن و خب یکیشون پدرخوانده یعنی برافشاری رو توی استعلام نمیاره گردانه بازی و 2 رو نشون میده و مجبور باربود بابایی که با شهر با عز می‌خوام با مافیا بازی کنه. و نکته ای که هست اینه که خب خیلی خوب بازی میکنه، خیلی خوب همراهی میکنه، یه بار شات میشه توسط مافیا ولی با توجه به ابیلیتی که داره خب از بازی نمیره بیرون، کاملا موافق باشون بازی میکنه و فکر میکنم یه خورم دیر میفهمن نوستراداموسه و به هر حال کمک میکنه. به نظر من یکی از دلایلی که سناریوی امیرعلی نبویان خوب پیشرفت همین بار بود باباییه، چون خیلی خوب میره باهاش جلو با تیم مافیا، بدونین که تیم مافیا بدونن باربود بابایی داره باهاشون پیش میره و 2 تا شهر هم اگه اشتباه نکنم خیلی خوب کمک میکنه میندازن بیرون، که یکیش امیر حسین رستمی بود و اون یکی هم اگه اشتباه نکنم بهنام تشکر بود که کمک میکنه به ساید مافیا و همین نکته به نظر من باعث میشه که نمره خوبی بگیره به عنوان نوستراداموس. و من انتخابم اینه که دومه. حالا تو این سه تا به نظر من مجید واشقانی سومه، بابود بابایی دوم و خب تا الان دیگه مشخص شده که امیرعلی نبویانه که از نظر من بهترین نوستراداموس بازیه. حتما شما بگید که با نظر من موافقین یا نه، ولی بریم سراغ امیرعلی نبویان. امیرعلی نبوی تو قسمت 8 نوستراداموس بازی میشه و اتفاقی که میفته اول بازی معین زندی، من اینجا نوشتم، آره معین زندی، فرزاد حسنی و میثم درویشانپور رو انتخاب میکنه که به نظر من فرزاد حسنی و میثم درویشانپور واقعا گنجایش این داشتن که حداقل توی قسمت فینال باشن. مثلا فرزاد حسنی به نظرم بازیکن جذابیه، بازیشو دوست داشتم و جاش خالی بود به نظرم تو فینال، میتونست جای خیلی های دیگه باشه از نظر من. فرزاد حسنی خب سالگودمن بازیه، معین زندی ماتادوره، میثم درویشانپور که لئون اصلا توی ساید شهره و گرداننده به امیرعلی نبویان 2 نشون میده و امیرعلی نبویان مجبوره که با ساید مافیا بازی کنه و اولین خب نوستراداموسی میشه که مجبور میشه با ساید مافیا بازی کنه. باربود بابایی هم تو قسمت 15 خب با توجه به این که عدد 2 میبینه، 2 من خیلی کوچیک اومد اینجا، عدد 2 میبینه اون هم مجبور میشه که با ساید مافیا بازی کنه. نکته ای که هست امیرعلی نبویان خب عالی صحبت میکنه مثل همه بازیاش، بازیو کاملا دست میگیره، ولی اینجا یه نفر هست که اول بازی موی دماغش میشه. واسه چی میگم اول بازی؟ برای اینکه به نظر من لقبش واقعا برازندش باشه، میتونیم بهش بگیم تنها ترین نوستراداموس، چون واقعا تنها بوده و مافیا بدون که بشناسنش خیلی اذیتش کرد. به هر حال سید جواد هاشمی از اون اول خیلی قفلی میزنه رو نبویان و یه خورده باهاش کلنجار میره. حالا درسته اول بازی نبویان با یکی دیگه میاد توی دعوا با محمد نادری اگه اشتباه نکنم، ولی نکته جالب اینه که شب اول که میشه معین زندی خیلی عالی اصرار میکنه که نبویان نوستراداموس رو حس ششمش کنیم، که خب یه جوره شانس مافیا بوده که قبول نمیکنه و پدرخوانده‌ای که فکر میکنم آره مشتبه پوربخش بوده شات میکنه ارسلان قاسمی رو و حرف معین زندی رو گوش نمیده و نبویان هم قفلی میزنه رو مشتبه پوربخش و عملا اونو از بازی میکنه بیرون. یعنی عامل اصلی به نظر من نبویان بوده که خب هیچی، یه پدرخوانده رو به اشتباه میندازه بیرون یا شاید یه جورایی یارفروشی کرده برای اینکه جای خودش رو محکم کنه. از اینجای بازی یواش یواش یه خورده دعوا و کلکل نبویان و سید جواد هاشمی زیاد میشه، با هم دیگه خیلی میرن تو دعوا و نکته‌ای که هست اینه که فرزاد حسنی هم یواش یواش میره پشت دست سید جواد هاشمی بازی میکنه و تارگت میزنه به نبویان، واسه همین میگم خیلی تنهاست. نکته جالب اینه که شب بعد حالا مشتبه پوربخش میره از روز دوم بیرون از بازی و معین زندی قفلی میزنه تو شب حس ششمش کنیم و کامیزی باز اون گرداننده بهش میگه که آقا پدرخوانده است که میتونه حس ششم کنه، شما نمیتونین حس ششم کنین، تموم شد اون ابیلیتی.
و باز دوباره شب بعدی هم همینطوره، قفلی میزنه آقا حس شیشون و این هی بهش میگه آقا نمیشه، تموم شد ابیلیتیش با مشتاق پوربخش رفت بیرون. حالا این نکته رو میخوام بگم، فکر کن تو روز امیرعلی نوویان داره دعوا میکنه با سید جواد هاشمی، تو شب اونور معین زندی قفلی داره میزنه که این حس شیشون شه بره بیرون، و تو روز دوباره اینور فرزاد حسنیه که قفلی میزنه رو نوویان و آخر سر یه جا دیگه زور نوویان نمیرسه، با اینکه چند بار توی بازی اعلام میکنه که فرزاد حسنی معین زندی شما شهر منید و من با شما بازی میکنم، بیاین سید جواد هاشمی رو بندازیم بیرون، و بالاخره یه جایی زورش نمیرسه تموم میشه. فکر کن اینا هی روی نوویان هم نوویان بدبخت هی داره با اینا بازی میکنه، اینا نمیفهمن، و توی یه روزی دیگه زورش نمیرسه، اجماع میگیرن برای نوویان و یه دوئلی میشه بین سید جواد هاشمی و امیرعلی نوویان که یه تیکایشو مطمئنم حالا چه توی یوتیوب چه توی اینستاگرام دیدید که نوویان عصبانی میشه میگه من اگه مافیای این بازی بودم الان نصف شما پشت میزاتون نشسته بودین، یا یه جای دیگه میگه که اگه من انقدر مافیای نابلدیم که توی شبی که شهر میخواد استعلام بگیره فرداش خریداری میکنم، قاطی میکنه. نوویان که میبینه همه بهش رأی میدن و از بازی میخواد بره بیرون میگه که ای خدا ذهن زیبا بیاد، ای کاش ذهن زیبا بیاد، و نکته جالب اینه که ذهن زیبا میاد و باز دوباره این تیکه رو فکر میکنم همتون دیدین که برمیگرده میگه من نوستراداموس بازی هستم، ذهن زیبا، من نوستراداموس بازی هستم، اسلو موشن جذابی هم میشه واقعا، دم تدوینگرای پدرخوانه گرم خیلی جذاب تدوینشون، من خیلی دوست دارم تدوینشون ها و باعث میشه بازی جذاب تر شه. و تو بازی میمونه اون شب یه نفر دیگر شات میکنه مافیا و ساید مافیا بازی رو میبره، و به نظر من کل بازی رو امیرعلی نوویان تو دست میگیره. فرزاد حسنی هم خوبه اصلا هیچ شکی نیست، خدا رو شکر معین زندی پدرخوانده نبود حس شیشون پای نوویان، چون به نظرم خیلی سخت میشد بازی، مخصوصا که سید جواد هاشمی یکی از بهترین بازیاشو به نظر من انجام داد، و موقعی هم که امیرعلی نوویان میگه من نوستراداموس بازیم، سید جواد هاشمی در جا میگه نوستراداموسی که داره با ساید مافیا بازی میکنه، ولی دیگه کار از کار گذشته بود و شهر نتونست خودش رو جمع کنه، برای همینه که من میگم که نوویانی که به نظر من بهترین نوستراداموس تو این 16 قسمت بازی کرده. حالا حتما شما هم نظرتون رو به هم بگین، بگین که با من موافقین یا نه، یا اصلا کلان این ستا رو میگید که نه تو لیست شاید این ستا برتر نبودن کسی دیگه بود، حتما توی کامنت ها به هم بگین بچه ها تا با هم اونجا گپ بزنیم و تبادل نظر کنیم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، اگه دوستش داشتین حتما لایکش کنید که یه حمایت بزرگیه برای من. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.